خانم شهره آقداشتون بپردازیم به گلا روز باطن. شما میدونین اصلا چطور شد که این آقای جان استوارت که به حال یک برنامه ساز تلویزیونیه، یک کمدین، یک طنز پردازه، اصلا چطور شد یک مرتبه به فکر ساختن فیلمی افتاد، اون هم مربوط به آقای بهادری؟ اصلا چطور شد این اتفاق افتاد؟ گلاب روزواتر بر اساس کتاب مازیار بهاری، بله، به اسم بعدن اومدن دنبال من، بله، Then they came for me، بله، ساخته شده. ماجرا از این قراره که آقای مازیار بهاری، بله، خبرنگار جوان ایرانی که برای نیوزویک و بی بی سی، بله، کار میکرد، یکی دو بار جان استوارت آورده بود توی برنامه، بله، خودش، بله، مازیار رو، بله، و بعد از اینکه مازیار در ایران به زندان میفته و شکنجه روحی میشه، چون هرگز دست به مازیار زده نشد، بله، مگر اون ده مشت آخری لمسش نکردن، ولی خب فشار روحی زیادی بهش وارد، بله، کردن. آقای جان استوارت دعوت میکنه مازیار یکی دوبار قبل از این اتفاق، بله، وقتی مازیار در زندان بوده، شکنجهگر مازیار که نیکنیمش یا اسم مخففش بوده، بله، گلاب، بله، بهش میگه اگر تو جاسوس نیستی چرا جان استوارت باز شوخی کرد؟ گفت ای تو خبرنگار ایرانی، ایران میری، آمریکا میری، کانادا میری، چجوری میری ایران رو میای بیرون مگر اینکه جاسوس باشی؟ شوخی کرده بود. شوخی کرده بود واقعا. اینجا از این شوخی ها زیاد میکنن، دیدی؟ بله، که بله. زن میگه بیل موار یه چیزی میگه، طرف میگه مگه جاسوس روسا هستی؟ شوخی کرده بود. ولی وقتی کتابو میخونه از خجالت میمیره، فکر میکنه شوخی که کرده باعث شده که اینجوری مازیار شکنجه روحی بشه، که بهش بگن حتی یک تاکشو هست آمریکایی داره میگه، نه، که تو جاسوسی، پس تو جاسوسی، لابد دیگه که جان استوارت داره میگه تو جاسوسی. خودش اسم اینو گذاشته عذاب وجدان من. خود جان استوارت میگه اینو که خوندم گفتم من بعد همه کار زندگیمو بذارم زمین، برم این کتابو فیلم کنم، این فیلمو بسازم، و از خجالت این مرد که باعث شدم اینجوری تو در سر بیفته در بیام. این در واقع به مسائل انتخابات و مسائل 88 هیچ ارتباطی نداشت. یک مقدارش که به هر حال گزارش میکنه مازیار به این علت دستگیر میشه که وقتی میره ایران، بله، طبیعیه بی بی سی نیوزویک فرستادتش ایران که بره گزارش انتخابات گزارش بده. میره راننده ای که میگیره، راننده بهش میگه وقت بعد از اینکه میرن هدکوارتر یا مرکز آقای احمدی نژاد، راننده میگه آقا حواست باشه آقای موسوی نژاد هم مرکز داره، ایشون هم منتخب هستن، شما با این صحبت میکنی بعد با ایشون هم صحبت میکنی. این رو میبره به قسمت سبز ها، موسوی، مصاحبه ها، فیلم برداری ها، از دیش هایی که روی پشت بونا بوده، از همه اینا. اگه خاطرتون باشه صبرم نکردن که بگن کی به کیه، اومدن بیرون بعد از چند ساعت گفتن آقای احمدی نژاد، یعنی این تصمیمیه که دولت گرفته بنابراین آقای احمدی نژاد. صبح همون روز مازیار رو میبرن به زندان. بعد فیلمبرداری هم که در اردن بوده، بله، در اردن هاشمی چه کردن برای جان استوارت. عاشق این مردن عربو من نمیدونستم. نگو همون کاری که با مازیار کرده با یک گوینده دیگه عرب هم کرده، باسم آقای دکتریست که برنامه داره در دنیای عرب، خیلی هم معروف بوده، یه شوخی میکنه تو دردسر میفته، جان میارتش توی برنامه خودش و رو به مردمش میگه که عرب ها شما مثل ما امریکایی ها باید یاد بگیرین که چجوری یه خود راحت تر باشین، باش به شوخی ها بخندین و از که جدی بگیرین. باسم، من و باسم کمدیانیم، ما تو آتیش استادیم به حقیقت اشاره میکنیم. عربو میبخشن باسمو و باسم برمیاد و به برنامه تاری بسید. خود شما به خانم گلشیفته تو این نقش چه نقشی دارید؟ من مادر مازیار رو بازی میکنم، گلشیفته خواهر مازیار رو. البته بهتون بگم شرکت من یه شرکت افتخاریه، چون فیلم درباره مازیاره و بخش مادرش خیلی کمه، بله، میرسه و بعد میره به زندان و بعد خداحافظشه، بله، ولی من میخواستم بخشی از این فیلم باشم. باشه. چون همون موقع اینجا سریال تلویزیونی گریم رو بازی میکردم، ناچار شدم دو بار به اردن هاشمی سفر کنم، بله، که اول فیلمی که آخر فیلم، بله، ولی خوشحالم از اینکه این کار کردم، چون امروز روز البته اینقدر اتفاقات داره سریع میفته، گاهی اوقات ما
سازنده، مای بازیگر، مای تهیه کننده عقبیم از تماشاگرمون. الان گلاب از تماشاگرش عقبه. این وقتی در اومد این فیلم ساخته شد که ما می‌خواستیم بگیم حقوق ژورنالیست‌ها رو در سراسر جهان حفظ کنید. اینا رو دارن میرن خط اول جبهه که واقعیت رو به ما برسونن، نه این اخبار فیلتر شده رو. ولی خب الان دایشی‌ها دارن خبرنگارا رو سر می‌زنن. بله. در چه شکنجه روحی مازیار به نظر میسه. به قول یکی از دوستان ما میگفت مثل که فرستادنش مثلا به یک تفریحگاه زمستانی در مقابل با اتفاق، در مقایسه با اتفاقاتی که الان داره میفته. ولی بازم هرچی باشه و نباشه خوبه. خوبه که ما بگیم از حقوق ژورنالیست‌ها، از حقوق خبرنگاران، در سراسر دنیا، سراسر دنیا. حالا این اتفاق در ایران افتاده و دفاع کرد. عرض کنم حضورتون، خانم آقداشو اشاره کردن، اشاره فرمودید که در این فیلم اون بازجو که اصلا اسم فیلم شده روز واتر یا گلاب، به خاطر این بوده که اون باز پرس یا اون بازجو به خاطر که همیشه به خودش گلاب میزده و این آقای بهاری هم به همین دلیل اون بازجو رو به عنوان گلاب میشناسه. اشاره کردید که هیچ حرکت خشنی رو این باز پرس یا این بازجو به ایشون نداشته. این حقیقت رو کار کردن. بله. کیس مازیار بهاری واقعا یک کیس یگانه است. خیلی متفاوت. چند تنی بودن که اصلا یک ضربه به این آقا نخورده، اما خب شکنجه های روحیش کم نیست. به جز آخرش که یکی از دوستان من میگفت اون تا مشت آخری برای چه؟ گفتم من ایرانی هستم، من اونو درک کنم. روشو کم کنه. جان اسپاش اون آخر فیلمو حالت طنز بهش داده. همه فیلم طنز داره. تو خود کتابم طنز هست. طنز هست. چون این مثلا یکی از طنزهای فیلم گلاب، این شکنجهگر عجیب و غریب وسوسه رفتن به نیوجرسی رو داره. بله. و هی میگه خانمای نیوجرسی خوشگلن. نیوجرسی رفتی؟ اونجا زناش با آدم میان بیرون. ولی نمیفهمه چرا. بله. بعدا متوجه میشه که چون وقتی از ایران مهمون میاد به نیویورک سیتی، تنها جایی که اینا میتونن برن نیوجرسیه. اینا ایالات دیگه هم ندارن. و میرن ایران تعریف میکنن نیوجرسی خرید کردیم، نیوجرسی جین خریدیم، نیوجرسی شام خوردیم. برای همین اینجوری انقدر دلش میخواد راجع به نیوجرسی بدونه. گلاب بسیار ممنونم. آقای گلاب هرچی هم بهش میرمینشون میتونن فیلم سوپرانو رو برداشته میگه پورنو. بعد این بیچاره میگه آخه بابا این فیلم سوپرانو، این پورنو. میگه پورنو یعنی در مقام ما، در مقام ما سوپرانو پورنوه. بله آقای بازی رو دیدیم. عرض کنم یکی دیگه از قشنگی این فیلم اینه که هنرپیشگان بین المللی شدن. شکنجهگرش هلندیه، رانندش انگلیسیه. خود مازیار رو چون شدید هم افتاد گایل گارسیا برنارد، یکی از بهترین بازیگران مکزیک بازی کرده. پدرش رو یک شکسپیریان بازیگر ترک انگلیسی شکسپیریانه بازی کرده. نقش همسر منو خانم آقداش بود. چون صحبت روزنامه نگار و نویسنده ها و مطبوعات شد، یک مورد رو من در نشریات داخل کشور در خصوص شما میبینم. اونی که اکثرا می نویسن شهره آقداش رو کاندید جایزه و اسکار و برنده جایزه امی، مثلا قراره در این فیلم نقش آفرینی کنه، خیلی راحت می نویسن و خبر رسن. یه دی می نویسن هنرپیشه که دوست داره همیشه فیلم های ضد انقلاب رو بازی کنه. این دو بخشه. شما واقعا در ارتباط با فیلم هایی که به عهده می گیرید همین حالت رو داره؟ خیلی جالبه. من تا یه جایی خیلی ناراحت بودم. می گفتم که اینا چرا این حرف رو میزنن؟ کیه که با من بده؟ یکی دو جا هم یه خود پریدم به این داستان که بله همه چیز داره درست میشه، ولی این زالوها هنوز هستن. یه دوست خبرنگار بسیار محترم، بسیار محترم، خبرنگار فوق العاده خوب در داخل کشور میدونید که چرا نمیتونم اسمش رو بله 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 ایشون به من زنگ زد گفت شهره جان شما متوجه نیستی، این مردم دوست دارن، این خبرنگارا هم از این مردم جدا نیستن، اینا هم دوست دارن، اینا دلشون میخواد خبرای فیلم تو رو بذارن، خبر تو رو بذارن. چی کار کردی؟ به کدوم مؤسسه همکاری کردی؟ به کی چی کار کردی؟ منتها بردن اسم تو توی ایران راحت نیست.
نمیدونن، پس فردا میریزن میریزن همچیشون میزنن میشکنن میگن اصلا برای چه اسم اینو گذاشتین اینجا. اینا ناچارن وقتی میخوان خبر در ارتباط با تو بزنن، اسکار نامیری هم بهت میدن، امیر هم بهت میدن، همه رو برات مینویسن، تشییع ضد ایرانی میزنن که بتونن مطلب رو چاپ کنن. بعد من از خنده مرده بودم، چون در مورد سلما حیاک، در مورد فیلم با سلما، وقتی رسیدم سلما گفت خیلی هم مواظب بودیم، گفت شهره من زن ایرانی رو دارم خوب بازی میکنم و واقعا چه بازی شاهکاری هم کرده. میگفتم آره خیلی عالیه، نگران نباش، ایرانی دوست دارن. چیزی درباره هم نگفتن. گفتم چرا؟ اتفاقا خبرنگارا گفتن که ما سلما حیاکو دوست داریم، ما نمیدونیم اون چرا خودشو وارد این بازی سیاسی کرده. گفت چرا اینو؟ گفتم من که بتونم خبرتو چاپ کنم، وگرنه نمیتونن راجع به تو توی ایران بنویسن. اینه که من ازشون ممنونم. دستتون درد. مرسی به حال شما خانم آقداشی، خیلی محبت کردین، خیلی لطف کردین. مثل همیشه جلو دوربین گفتم دوستتون دارم، به خاطر هنرتون، به خاطر وطن پرستیتون، به خاطر اینکه مردم رو دوست دارین، قدر مردم و هموطنان رو خودتون رو میدونید و همیشه هم تو کارتون دوست دارید آپ تو دیت باشید، خیلی مهمه. و با تمام مشغله‌ای که داشتید، باز هم باز افتخار منه، خیلی تشکر میکنم که دعوت منو پذیرفتید. شده در سال من از گفتگوی با شما لذت من محبت داریم. من ممنونم. تو هر سلوغم باشه، هر چی باشه، خودم به شما میرسم. امروز البته خانم ساناز جعفرزاده به من خیلی کمک کردن. ازشون ممنون. منم ازشون ممنونم، چون در دیگه طرف های ساعتی یک دیگه دیگه منتظر ساناز بودم. من سپاسگزارم. ولی از الان درست کردن بردن گوشتن جلوی شما. ازشون من تشکر میکنم. ولی ازتون خواهش میکنم شورا خانم آقداش رو این وقت رو اگر شما داشتین، اقلا در سال دو بار من خوشحال میشم در برنامه تاک شو من حضور پیدا کنم. اگر وقت داشتید خیلی ممنون میشم. خیلی منم همینطور، خیلی زیاد همیشه از صحبت کردن با شما لذت بردم. ممنونم. شما از همون زمره انسان هایی هستید که از برنامه به برنامه استراحت نمیفرمین، کار میکنین. ممنونتون دارم. میاموزین. مرسی خانم. خیلی ممنونم. من هیچ موقع یادم نمیره که خانم آقداشتو عرض کنم حضورتون، خودشون در یه برنامه توی کیبل های لس آنجلس که خدا حفظ کنه آقای شبخیز باب کرده بودن که همین کانال های کیبلی رو و همه گیر شد. من یادم. بله، در یک اسپانسری داشتن برنامه. یه روزی من از خانم آقداشتو خواهش کنم، گفتم خانم میتونم ازتون دعوت کنم که شما همکاریتون رو با جام جم شروع کنید و بهانه خوبی هم هسته، شماره 500 جام جم هست و اگر تشبیری ممنون. آمدن و دیگه سالیان سال 512 تا برنامه. بله 512 برنامه، نه اینکه 512، 512 برنامه رو، اوپنینگ برنامه رو به عهده داشتم. بسیار هم یادم چیز آقای شبخیز رو، من که شبخیز همیشه دنبال راه‌های جدید بود. بله. که بتونه صداشو به گوش آدمای بیشتری برسونه. ما همه یاد گرفته بودیم، گفتیم شبخیز کجا رفت؟ رفت کیبل. همه دنبال شبخیز به کیبل. و درست هم میگفت، درست فکر میکرد. نه واقعا بالاخره به اینجا رسید. به حال واقعا زحمت میکشه، فوق العاده زحمت میکشه، فوق العاده. دقیقاً مانی خانم و همه بچه‌ها، همه بچه‌ها، و واقعا هم ازش ممنونیم. و شورا جان یک دنیا تشکر. از آرتین عزیزم ممنونیم. من یه مهمان دیگه ایم بعد از خانم شهر آقداشو دارم، اجازه بدین که بریم. با اجازه شما میگفتید آگهی ها شریانه حیاتیه هر رسانه غیر وابسته. مرسی خانم، خیلی ممنونم. از شما عزیزان خیلی تشکر میکنم که تماشاگر برنامه بودید. اجازه بدین بریم به چند آگهی نگاه کنیم، دوباره برمیگردیم با مهمان دیگه ای هستم. خیلی ممنونم.